کاک خالد سالها قبل بعد از دیدن صحنه‌ای دردناک در طلب بین المللی کانی برازان برای همیشه شکار را کنار گذاشت. صحنه‌ای که هنوز هم تداعیش بی اختیار اشکش را در می آورد. مادر اونا را شکار کردم و الانم نمیتونم راستی شکار کنم. دیگری کردم اره والا. چرا؟ هم بخاطر این جوجه‌ها. طلابی که جریانش یعنی تجربه حس زندگی و آرامش. جاهایی که دنبال مادرشون میرند، صدای پرندگان یه آرامش روی خاصی به انسان میده. اینجا میتوانیم تصاویر را ثبت کنیم که بعد از ثبت و ضبط کردن آن ساعتها و حتی سالها بتوان از دیدن آنها لذت برد. و بعد از تخم گذاری، حالا فصل زیبای جوجه‌آوری هم چند روزیه که در نخستین سایت پرندینگری کشور نوایش به گوش میرسد. تخم اردک سرحنایی با توجه به سایزش 30-40% احتمال جوجه گذاری نسبت به پارسال بیشتر شده. بعضی پرندگان که اینجا آشیانه نمیذارن، مثلا غاز خاکستری، امسال من 5-6 نوع گونه رو دیدم که اینجا لانه گذاری کردن. بارش‌های اخیر هم هدیه الهی برای میهمانان کوچک تالاب بود و جان تازه‌ای هم به بهشت پرندگان بخشید. جدا از پرنده‌های مهاجر، امسال الحمدلله در اینجا زادآوری دارن، از جمله خودکا، از جمله از اردکسانان، حتی اردکی سرسفید که در دنیا در حال انقراض خوشبختانه در تالاب کانی برازان امسال زادآوری داره. حدود 30,000 بار وارد تالاب شدن و تعداد لانه‌هایی که در ناحیه جنوبی تالاب کانی برازان توسط پرنده ها ایجاد شده میتونیم بین 8,000 تا 10,000 لانه رو تخمین بزنیم در داخل نیزارهای منطقه. در این تالاب 1050 هکتاری که هر سال مأمن بیش از 50,000 پرنده مهاجر و بومی است، 33 گونه از جمله گونه های کمیاب تخم گذاری و جوجه آوری میکنند. صدای جوجه های تازه سر از تخم در آورده در لابلای خشخش نیزارها و شرشر آب ساز بهشت پرندگان رو کوکتر از همیشه کرده. آهنگ خوشی که تا اواسط خرداد ما ادامه خواهد داشت. صلاح‌الدین بابایی، خبرگزاری صدا و سیما، تالاب بین المللی کانی برازان، مهابات.